بشارت! 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 بشارت 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 دوستان عزیز سلام عرض می خدمت یکایک شما به برنامه بشارت خوش آمدید خدا رو شکر می کنم برای کلام عیسی مسیح که میتونیم بخونیم و بیشتر از عیسی مسیح شناخت داشته باشیم خداوند رو شکر می‌کنیم برای کلامش که میتونیم بخونیم هر روز در کلام خداوند باشیم و بتونیم در ایمانمون رشد پیدا کنیم دوستان میخوایم امروز از افسسیان 5 آیه 22 تا 23 تا 33 یاد بگیریم و قبل از شروع میخوایم دعا کنیم و با دعا شروع کنیم بیایید دعا کنیم خدایشو گذاریتیم برای امروز که میتونیم خداوند یه درس تازه از کلامت یاد بگیریم برکت بده به کلام امروز و کمک کن خداوند بتونیم بیشتر از راه های تو و طریق های تو شناخت داشته باشیم تا بتونیم طبق کلامت زندگی کنیم خداوند در این روزگاری که مردم طبق خواسته های خودشون طبق راه های انسانی دارن زندگی می کنن خداوند ما وابسته به تو هستیم و دوست داریم با کلام تو با احکام تو زندگی کنیم به نام عیسی مسیح دعا آمین آمین دوستان پیام امروز عنوانش هست تعریف ازدواج در کتاب مقدس تعریف ازدواج در کتاب مقدس پیام امروز هستش که دوستان در دنیای ما زندگی می کنیم که هر روز همه چیز عوض میشه تغییر و تحولات زیادی در دنیا داره صورت میگیره انسان ها تعریف تازه‌ای از همه چیز به عمل میرسونند و تعریف میکنن چیزها رو و هر چیزی رو برای هر چیزی دلیل و منطق میارند و همه چیز رو عوض میکنند و روش ها و طریق های خودشون رو پیاده میکنند قانون ها عوض میشه دولت قانون های تازه رو وضع میکنه برای خیلی چیزا و دنیا در حال تغییر و تحوله اما کلام خداوند هرگز عوض نخواهد شد راههای های خداوند طریق های خداوند هرگز عوض نمیشه و همیشه ابدی تا ابد پایدار خواهد بود و استوار کلام خداوند و راجع میخوایم سنت ازدواج میخوایم یاد بگیریم سنت خدا برای ازدواج چه چیزی هستش میخوایم امروز راجع به این یاد بگیریم که طبق کلام خداوند ازدواج همیشه بین مرد و زن بوده همیشه هرگز یه مرد با یه مرد طبق کلام خداوند نمیتونه ازدواج کنه یا یه زن با یه زن نمیتونه ازدواج کنه چون خداوند هدف قرار داده هدف گذاشته برای ازدواج هدف از ازدواج زاد و ولده هدف از, از ازدواج شهوت نیست و بخواهیم شهوت خودمون رو و تمایلات جنسانی خودمون رو ارضا کنیم نیست هدف اینه که زاد و ولد کنیم و فرزندانی رو تربیت کنیم و برای خداوند تربیت کنیم تا بتونن خدا رو دوست داشته باشند و سنت خداوند در کتاب مقدس است چه چیزی هستش برای ازدواج ازدواج مرد با مرد خلاف طبیعت و در نظر خداوند فجور محسوب می شود اینو باید بدونیم خداوند مؤلف ازدواج خداوند ازدواج رو در زمین تأسیس کرد اولین نهادی که در زمین تأسیس شد نهاد ازدواج بود قبل از اینکه دولت به وجود بیاد قبل از اینکه کلیسا به وجود بیاد فقط اولین چیز خداوند ازدواج رو برقرار کرد در زمین آدم دید تنهاست گفت خوب نیست برای مرد که تنها باشه و از دنده مرد ورداشت از دنده مرد و حوا رو آفرید هوا رو درست کرد و تقدیم آدم کرد و آدم هوا رو به هم پیوند داد خداوند و اینا ازدواج کردن و در باغ عدن در حضور عیسی و م... مسیح تنها تماشا... تماشاگر بود که در عروسی آدم هوا حضور داشت و آدم حوا ازدواج کردند پیوند ازدواج در باغ عدن داشتند و حیوانات اونجا حضور داشتند حساب کنید شیر و ذرافه، پلنگ همه حیوانات پرنده ها بودند در عروسی آدم حوا همراه با خداوند حضور داشتند و عروسی سنتی با هم برقرار کردند پس سنت سنت ازدواج سنتیه که خداوند گذاشته. خداوند تأسیس کرده خداوند ما را آفریده و خداوند فقط حق داره که ازدواج رو برای ما تعریف کنه و قانون ازدواج رو به ما وز کنه خداوند حق داره من کی هستم یا انسان ها کی هستن که بخوان تعریف تازهی از, از ازدواج به وجود بیارن پس ازدواج مرد با, مرد با مرد بر خلاف طبیعت و خداوند نفرت داره ازش و این در حضور خداوند یه فجوره آیه های زیادی هستش در کتاب آمده است که میخوایم راجب به این گناه همجنس بازی یاد بگیریم که خداوند ازش نفرت داره در لاویان باب 18 آیه 22 میگه با ذکور مثل زن جمع مکن یه بازوکور یعنی با مردها مثل زن جماع مکن یعنی نزدیکی مکن زیرا که این فجور است در لاویان باب 20 آیه 13 میخونه میگه اگر مردی با مردی مثل با زنش بخوابد هر دو فجور کردند هر دو ایشان البته کشته شوند خون ایشان بر خود ایشان است یعنی خداوند آنقدر نفرت داشت در عهد عتیق قبل از اینکه فیض به وجود بیاد خداوند اینا را برای قوم بنی اسرائیل بود که باید اینا یهودیان باید این کسی که گناه همجنسبازی انجام میداد باید کشته میشد در پیدایش باب 19 آیه 5 میخونه میگه و به لوت ندا در داده گفتند این گوم لوته اومدن به لوت گفتن که آن دو مرد که امشب به نزد تو در آمدن کجا هستند آنها را نزد ما بیاور تا ایشان را بشناسیم خواستن که با دو مردی که در خونه لوت بودند بشناسن یعنی نزدیکی کنن یعنی با اونا همبستر بشن داوران باب 19 آیه 22 و چون دلهای خود را شاد می کردند اینک مردمان شهر یعنی بعضی اشخاص بنی بلیال بنی بلیال یعنی, ب... یعنی, فرزندان شیطان فرزندان خبیس خانه را احاطه کردند و در را زده به آن مرد پیر صاحب خانه خطاب کرده گفتند آن مرد را که به خانه تو داخل شده است بیرون بیاور تا او را بشناسیم اول پادشاهان 14 24 و الوات نیز در زمین بودند الوات یعنی هم جنس نیز در زمین بودند و موافق رجاسات امتهایی که خداوند از حضور بنی اسرائیل اخراج نموده بود عمل می نمودند رومیان 1 26 میگه از این سبب خدا ایشان را یعنی هم جنس را به هوس های خباست خودشون یعنی تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودن زنان میگه اون عمل طبیعی یعنی همبستر شدن با مرد را با شوهر خودشون رو به, آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودن یعنی زنا با زنا زنا کردن مردها با مردها بر خلاف طبیعت زنا کردند خداوند اینا میگه اینا رو به حوث های خودشون تسلیم نمود اول قرنتیان 6 آیه 9 تا 10 میگه آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند فریب نخورید میگه خودتون رو فریب ندید زیرا فاسگان و بتپرستان و زانیان زانیان زناکاران و متنعمان و لوات و دزدان و تمکاران و میگساران و فهاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد اول تیموتاس یک آیه 9 تا 10 میگه و این را و این بداند که شریعت به جهت عادل موضوع نمی شود بلکه برای سرکشان و تاغیان و بیدینان و گناهکاران و ناپاکان و حرامکاران و قاتلان پدر و قاتلان مادر و قاتلان مردم و زانیان و لواتان و مردم, و مردم دزدان و دروگویان و قسم دروغخوران و برای هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم صحیح باشد پس میبینیم که در کتاب مقدس خداوند از گناه هم جنس بازی و الوات از کسی که هم جنس مرد با مرد و زن با زن هم بستر میشه خداوند از این کار نفرت داره این فجور در حضور خداوند در عهد اگه ما در عهد عتیق زندگی میکردیم خداوند به ما دستور میداد که باید اون اشخاص رو سنگسار کنیم خدا رو که در عهد عتیق نیستیم خدا رو که اون دوره دوره شریعت تمام شد از زمان عیسی مسیح دوره فیض آغاز شد و خداوند به ما فیض داده که بتونیم از گناهان از گناه هم جنس بازی از گناه دزدی زنا توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم و نجات پیدا کنیم و در این دوره‌ای که ما هستیم امروز که 2000 سال دو دوره فیض هستیم خداوند نگفته که باید سنگسار کنیم چنین اشخاصی و خداوند به ما مهلت داده که توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم تا بتونیم پاک بشیم و بعضی از همجنسبازان بازان میگن که یه آیه از کتاب مقدس به من نشون بده که عیسی مسیح همجنسبازان بازان رو محکوم کرد اولا بهتون باید بگم که عنوان همجنسبازی یه عنوانیه که تازه در لابراتوارها در آزمایشگاه ها ابداع شد همچین چیزی اصلا وجود نداشت این واژه صدومی صد به کار می برده می شود. در کتاب ماده صدومیان صد غموره شهر صدوم صد و غموره شهری بود که بیشتر مردم همجنس باز بودند همجنس بازی میکردین که خداوند آتیش از آسمان فرستاد که کل شهر رو نابود کرد که امروز هم اگه برید توی اون منطقه صدوم صد و غموره اون خاکستر اون فسفرهایی که اون سلفرهایی که مونده از اون نابودی شهر باقی مونده دون تو اون منطقه میتونید مشاهده کنید و خداوند از این گناه هم جنس بازی میبینید نفرت داره عیسی مسیح آره مستقیما راجع به هم بازی و صدومی تعلیم نداد اما تعلیم داد که ازدواج چی هست ازدواج رو تعریف کرد که در متاب 19 متا 19 آیه 4 فرمود او در جواب ایشان گفت مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید ایشان را مرد و زن آفرید و و گفت که از این جهت مرد باید پدر مادر خود را پدر خود را تک کند و باید به زن خیش بپیوندد و این دو یک تن خواهند بود این تعریف ازدواجی بود که عیسی مسیح کرد گفت مرد باید پدر و مادر خودش رو تک کنه و به زن خودش بپیونده نه به مرد خودش به زن خودش باید بپیونده پس ازدواج باید بین مرد و زن صورت بگیره و عیسی مسیح اینو تعلیم داد و دوستان عواقب هم جنس بازی هستش اگه هم جنس باز باشید عواقب ناگواری خواهد خواهد داشت اگر سنت ازدواج تغییر یابد و مردها با مردها ازدواج کنند و زنها با زنها بعد از پنجاه سال به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد مسلما بعد از پنجاه سال نسل انسان ها منقرض خواهد شد چون طفلی به دنیا نخواهد آمد و انسان ها نسلشون منقرض خواهد شد و خداوند زاد ولد رو گذاشت توی زمین انسان ها رو آفرید و بهشون فرمان داد در پیدایش باب یک آیه 28 میگه و خدا ایشان را برکت داد یعنی آدم حوا رو برکت داد و خدا به ایشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید پس عیسی مسیح اینجا اینجا خداوند آدم حوا رو بهشون پیوند داد ازدواج کردن و بعد برکت داد خداوند دوستان اگر ازدواج کنید میخواد بهتون برکت بده و بعد گفت بارور کثیر بشید زاد ولد کنید برید ازدواج کنید همبستر بشید بچه ها رو به دنیا بیارید کودکان،, کودکان زیادی داشته باشید بارور کثیر کثیر یعنی کسرت زیادی فراوان بشید خداوند دوست داره که ما فرزندان زیادی به دنیا بیاریم برای جلال و خداوند تربیتشون بدیم پس هدف از ازدواج زاد و ولد هم جنس بازی عواقب داره که اینه که انسان ها نستشون منقرض خواهد شد کی این کاری کرده کی همچین تعلیم یا آورده مسلما از شیطان الهام گرفته شده شیطان از انسان ها نفرت داره خدا من به انسان ها برکت میده شیطان نفرت داره میخواد برکات رو بگیره میخواد برکت ازدواج رو این سنت رو میخواد بگیره که انسان ها بتونن در شهوات خودشون بسوزن مرد با مرد و زن با زن تا زاد و ولد صورت نگیره انسان ها به دنیا نه چون شیطان از زاد و ولد نفرت داره پس شیطان از انسانی که به شباهت خدا آفریده شده نفرت داره و میخواد نسل انسان ها بشه و برای پیاده کردن این نقشه افکار انسانها رو آلوده میکنه آنها رو به تغییر سنت الهی ازدواج و گرایش آوردن به هم جنس بازی وادار میکنه برای همین کار برای این شیطان از دولتها ها استفاده میکنه که دولت میان قانون تازه و وضع میکنن میگن که هم جنس آزادن میتونن ازدواج کنند بدون اینکه انسان ها آگاه بشند فریب میخورن فریب شیطان رو میخورند و خیلی از انسانها توی دنیا در ازدواج همجنس بازان رأی دادند و این قانون رو در کشور خودشون وضع کردن که همجنس بازان میتونن ازدواج کنن میگن که هر کسی میتونه عشق داشته باشه عاشق باشه محبت داشته باشه دوستان این عشق نیست مرد با مرد بخواد ازدواج کنه این عشق نیست این شهوت این گناه این فجوره خداوند از این کار نفرت داره و همه ای ما یه روزی در حضور خداوند خواهیم ایستاد و برای گناهانمون باید پاسخ بدیم و بدترین زشترین گناه در حضور خداوند گناه هم بازیه هر گناهی که داشته با حتی قتل اگه حتی اگه آدم بکشید میتونید توبه کنید و نجات پیدا کنید گناه هم بازی هم همینه میتونید توبه کنید نجات پیدا کنید اما در حضور خداوند خداوند چندین بار در عهد عتیق و عهد جدید تأکید کرده که از این گناه نفرت داره از گناه هم جنس بازی خداوند نفرت داره میخوام ببینیم قانون خداوند برای ازدواج چیست قانون خدا برای ازدواج چی هست اولین قانون اینه که ازدواج فقط بین زن و مرد باید باشه ازدواج فقط بین مرد و زن در پیدایش باب دو آیه 24 میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را تک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود پس کتاب مادس میگه که باید مرد پدر و مادر خودش رو تک کنه و به زن خودش بپیونده نه به مرد خودش و این دو یک تن دو تن میشن یک تن پس نمیتونی طلاق بگیری نمیتونی یک تن و تن رو نمیتونی پاره کنی برای همین ما معتقد هستیم که انسان باید کسی که ازدواج میکنه مردی که میکنه. با زن ازدواج میکنه به عنوان یه مسیح باید تا آخر عمر کنار هم باشند در سختی ها در مصیبت ها در شادی ها در ناراحتی ها در زمانی که خوشبخت هستند زمانی که بدبخت هستند همیشه باید همدیگر رو تحمل کنند به پای هم باید پیر بشند و نباید طلاق صورت بگیره این خودخواهیه که یه شخص به خاطر یه اشتباه به خاطر یه چیزی بخواد طلاق بگیره باید همیشه هم دیگر رو ببخشیم تحمل کنیم و تا آخر عمر به پای هم بیستیم و متحد باشیم پس اولین قانونی که خداوند برای ازدواج گذاشته اینه که مرد باید با زن ازدواج کنه و دومین قانون خدا برای ازدواج اینه که زنان مطیع شوهران خودشون باید باشن زنان مطیع شوهران باشن در افسسیان 5 آیه 22 تا 24 میخونیم میگه ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را زیرا که شوهر سر زن است چنانکه که مسیح نیست سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در همری، هر امری باشند دوستان این آیه رو خیلی از زنان دوست ندارند دوست ندارند که زنان مطیع شوهرانشون باشند میگن که این چه وضعیه که اینجا تعادل یا نمیدونم یه خداوند انگار،, انگار, به زنا عج و ارزش نداده اهمیت نمیده این همچین چیزی نیست خداوند انسان را نر و ماده آفرید اینشان را میگه به صورت نر و ماده آفرید انسان خداوند آفرید که جفتشون یکسان هستند هم ارزششون یکیه حقوقشون یکیه در کتاب ماده زن از مرد کوچکتر نیست یا مرد از زن بزرگتر نیست یه مقام دارند هم شکل خدا آفریده شدند اما در یه خانواده خداوند نظم گذاشته نظم گذاشته که پدر خانواده مرد خانواده باید سرپرست خانواده باشه باید رهبری خانواده رو به عهده بگیره به عنوان مثال اگه حساب کنید توی اداره کار میکنید اگه یه اداره مدیر نداشته باشه چه اتفاقی میفته اگه یه رستوران یه رستوران اگه یه مدیر نداشته باشه چه اتفاقی میفته مسلما رستوران وزش آشفته خواهد شد مشتری ها ناراض. چون چون کارگرا نمیتونن کار کنن کسایی که اونجا گارسون هستن نمیتونن وظیفه خودشون رو به درستی انجام چون کسی بالا سرشون نیست و به درستی انجام نخواهند داد اداره کارشون مختل خواهد شد آشفته خواهد شد چون مدیر نیستش کسی نیستش که اینا رو هدایت کنه خداوند دوست داره که توی خانواده هم یه سرپرست باشه یه رهبری باشه که هدایت کنه توی کشور کشور باید یه پادشاه یه رهبری داشته باشه که کشور رو هدایت کنه اگه یه دشمن بیاد حمله کنه به کشوری اگه رهبر نباشه کی میخواد بره جنگ کنه کی میخواد بره از کشور خودش از مردم دفاع کنه باید یه شخصی باشه که فرمان رو صادر کنه این به این معنی نیست که کسی که توی کشور رهبره بالاتر از همه است نه همه ما خداوند همه انسانها رو یک سان آفریده هیچ کی بزرگتر از کسی دیگه نیست اما نظم گذاشته خداوند توی اداره یه مدیری که اونجا سرپرست اداره است بزرگتر از کارگر خودش نیست اونم انسانه کارگرم یه انسانه توی رستوران یه صاحب کار یه مدیر بالاتر از گارسون نیست توی خانواده یه پدر یه مرد خانواده بالاتر از فرزندان یا بالاتر از زن خودش نیست اما نظم استش در کشور در اداره در رستوران در جامعه در خانواده در همه جا خداوند نظم گذاشته و این نظم باید اجرا بشه خیلی از خانم ها دوست ندارن که مطیع شوهرانشون باشند، اما همون خانم ها میرن سر کار و صاحب کارشون که ازشون دوستشون نداره بهشون دستور میده و اینا مجبورن که از سابکار خودشون اطاعت کنند سابکاری که ازشون بهشون علاقه نیست اما شوهری که دوستشون داره روزشون روزی میاره و نیازاشون رو مهیا میکنه تعمین میکنه دوست ندارن که مطیع شوهرانشون باشن این واقعا جای شمساریه ما باید نظم خداوند رو داشته باشیم توی خانواده بگیم ای خداوند تو به ما فرمان دادی که مرد رهبر خانواده باشه و زنا باید مطیع مردا باشن خداوند من مطیع کلامت هستن و زنا باید غذا تهیه کنن توی خونه موقعی که شوهرشون میاد غذا آماده باشه باید شوهرشون که میاد باید تبسم به لب داشته باشن بخندن و زندگی خودشون رو شیرین کنن تا مرد و زن با هم در زندگی سالمی داشته باشن زندگی شادی داشته باشن کنار هم این نمیتونه مرد رئیس بازی در بیاره بخواد سو کنه باید زنان مطیع شوهرشون باشن و شوهران وظیفه داره و سومین چیزی که ما میتونیم در کتاب مقدس یاد بگیریم اینه که شوهران زنان خود را باید محبت نمایند شوهران زنان خود را محبت نمایند افسوسیان 5 25 تا 32 میگه شوهران زنان خود را محبت نمایید چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام تاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و ای بی ای باشد به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خویشتن را محبت می نماید زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است بلکه آن را تربیت و نوازش می کند چنانکه خداوند نیز کلیسا را زانرو که اعضای بدن وی می باشیم از جسم و از استخوانهای او از اینجاست که مرد پدر مادر را ت... رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود این سر عظیم است من درباره مسیح و کلیسا سخن میگویم پس اینجا میبینیم خداوند به شوهران هم وظیفه داده در یه خانواده نظم گذاشته که زن باید مطیع شوهرانشون باشن که شوهرها باید اداره کنند خانواده رو رهبری کنند تا زمانی که یه کسی به خانواده حمله میکنه یه،, یه،, کسی میاد میخواد یه چیزی بفروشه میخواد اغوا کنه خانواده رو بخواد سو کنه شوهر باید آگاه باشه و رهبری کنه اداره کنه که که این پسر یا این دختر چه کاری باید انجام بده باید اداره کنه هدایت کنه فرزندانشون رو و شوهر باید وظیفه داشته میگه زنان خود را باید محبت کنند در ازای زنانی که مطیع شوهرشون هستند غذا درست میکنن لباسهای های شوهرشون رو و فرزندانش رو و مطیع شوهرشون هستن و شوهرها باید محبت کنند محبت یعنی باید نیازشون رو آورده کنه باید لباس براشون بخره باید غذا تهیه بخره چیزایی که نیازه باید بخره پول بیاره که بتونن خانواده ها بتونن پول داشته باشن و بتونن چیز بخرن و وسایلی که نیازه باید خرید کنه باید محبت کنه می همچنان که مسیح کلیسا رو محبت کرد و خیشتر رو برای آن داد شوهرم باید محبت کنه زن خودش و, و چهارمین چیز خلاصه قانون خدا برای ازدواج خلاصه قانون خدا برای ازدواج چی هست در آیه 33 میخونیم این خلاصه هر یکی از شما هر یکی یعنی مرد و زن هر یکی از مرد و زن نیز باید چیکار کنه میگه مرد باید نیست زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود پس میگه مرد باید زن خودش رو مثل نفس خودش محبت کنه و زن باید شوهر خودش رو احترام بذاره اطاعت کنه ازش این خلاصه قانون خدا و باید آگاهی داشته باشیم که خداوند نظم گذاشته در خانواده خداوند میخواد که زنا مطیع شوهرانشون باشن به اعتماد کنن به کلام خداوند متی هنری یه نویسنده مشهور مسیحی بود که یه حرف خوبی زده راجبه زن نوشته که می خداوند زن را از دنده پهلوی مرد آفرید زن از سر مرد آفریده نشد تا بر شوهر خود ریاست کند یا از پای او آفریده نشد تا زیر پای او پایمال شود بلکه از دنده پهلوی او آفریده شد تا با او برابر باشد زیر بازوی او تا تحت مراقبت و حفاظت او باشد و نزدیک قلب او تا معشوقه او باشد چه حرفه؟ خوبی نوشته متیو هنری میگه خداوند اینجوری زن رو از دنده پهلوی انسان آفرید تا نزدیک قلب مرد باشه نزدیک قلب شوهرش باشه که بتونه معشوقه شوهرش باشه از سرش نیافری تا بتونه ریاست کنه بر شوهرش از پاش آفری تا بتونه زیر پای شوهرش پایمال بشه له بشه از دنده پهلوی آفرید که نزدیک قلبش بتونه محبت کنه بتونه معشوقه شوهرش باشه دعا میکنم که دوستان تعریف ازدواج رو از کلام خداوند یاد بگیرید که خداوند دوست داره که مرد از تنهایی بیرون بیاد یه زنی رو پیدا کنه ازدواج کنه باهاش و خداوند برکت میده به این ازدواجی که مرد با یه زن که ازدواج میکنه خداوند برکت میده میگه بارور کثیر بشید زمین رو پر سازید اما شیطان میاد تحریف میکنه ازدواج و سنت خداوند رو میگه که آه شما میتونید هر جوری که دوست دارید ازدواج کنید مرد با مرد انسان میگه حق داره شیطان میگه شما حق دارید حقوق دارید میتونید آزادی داشته باشید این آزادی نیست دوستان این یه پستیه که میخواد انسان رو پست کنه میخواد از خدا دور کنه میخواد سنت خداوند رو از بین ببره و تحریفش کنه باید آگاهی داشته باشیم خداوند میخواد به زندگیتون به ازدواجتون برکت بده باید آگاهی داشته باشین که خداوند میخواد مرد با مرد ازدواج کنه و ببخشید مرد با زن ازدواج کنه و مرد با مرد ازدواج کنه این فجور نجاسته در حضور خداوند بیایید دعا کنیم و با دعا خاتم بدیم ای خداوند شو برای کلامت برای سنت ازدواجی که برای ما گذاشتی خداوند دعا میکنم خداوند خداوندا برکت بدی به ازدواج این کسایی که متحل هستند با اون کسایی که مجرد هستن خداوند کمک کنی که بتونن یه شخصی که مناسب خودشونه می مرد بتونه زن خودش رو پیدا کنه و زن بتونه مرد خودش رو مرد زندگی خودش رو پیدا کنه و باش ازدواج کنه و خداوند تو بهشون برکت بده ای خداوند دعا می که این تعالیم شیطانی رو از جامعه ما دور کن تا انسان ها بتونن ازدواج و سنت خداوند رو داشته باشند و بهشون برکت بده خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین دوستان خدا بهتون برکت بده و اگر مایل بودید برید توی تلگرام تعلیم صحیح کتاب مقدس at bible study 777 برید میتونید اونجا از کلام خداوند بیشتر یاد بگیرید خدا بهتون برکت بده اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام ادسایند بشارت 777 اقدام نمایید.